به دنبال بالا گرفتن تنش بین ایران و اسرائیل، فضا نه تنها بین موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی که در بین اپوزیسیون هم دو قطبی تر شده. تکلیف هواداران جمهوری اسلامی به ویژه تندروها مشخصه. اونها به طور عمده از حکومت میخوان که در مقابل اسرائیل بایستد و پا پس نکشد. در بین مخالفان اما اختلاف نظر بیشتره. عده‌ای مخالف حمله احتمالی اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی هستند و گروهی هم اون رو بستری برای براندازی میشمارند. حامد اسماعیلیون فعال سیاسی و از خانواده های داغدار مخالف جمهوری اسلامی، او به تازگی در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی از راه سوم سخن گفته که به عقیده او از انقلاب میگذره. آقای اسماعیلیون در این یادداشت نوشته که میتوان هم به جمهوری اسلامی نگفت و هم به جنگ. نوشته راه سوم در به هم پیوستن ماست که میخواییم به این کابوس، یعنی منظورش جمهوری اسلامی، پایان بدهیم. در این یادداشت همینطور اومده که راه سوم در پیوند داخل و خارج از ایران است و اینکه مردم ایران شایسته زندگی در صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز با دنیا رو دارند. در اون طرف شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی گفته اجازه نمی‌دهیم بعد از سقوط جمهوری اسلامی در ایران خلأ قدرت ایجاد شود. این پیام به زبان انگلیسی و با زیرنویس فارسی و عبری منتشر شده. مردم ایران دشمن شما نیستند. این جمهوری اسلامی است که دشمن مشترک ماست. دشمن همه مردم صلح‌جوی منطقه ما. از هر کشوری که باشند یا به هر دینی که باور داشته باشند. پس به شما دوستانمان در سراسر خاورمیانه میگویم منطقه ما سزاوار وضعیتی بسیار بهتر از اوضاع کنونی است. اما برای اینکه موفق شویم، نخست این رژیم که برای نزدیک به نیم قرن ما را به گروگان گرفته باید برود. خاورمیانه با آشوب و ناآرامی بسیار آشناست. بنابراین می‌دانم که شاید می‌ترسید که تغییر رژیم در ایران با خود هرج و مرج بیاورد. اما نترسید. ما اجازه نخواهیم داد که پس از سقوط این رژیم خلأ قدرت به وجود آید. ائتلافی گسترده از ایرانیان میهن پرست در داخل و خارج آمادند تا برای خدمت به کشور ما و برقراری صلح با کشورهای منطقه وارد عمل شوند. شاهزاده رضا پهلوی بود. دو مهمان داریم. داریوش محمدپور پژوهشگر علوم سیاسی اینجا در استودیو مهمان ما هستند و همینطور محسن بنایی عضو هیئت اجرایی جبهه هفت آبان و نویسنده کتاب شالوم اسرائیل که از کلن با ما هستند. سوال اول رو از آقای بنایی میپرسم. آقای بنایی، فکر میکنید که حمله اسرائیل میتونه فرصتی برای مخالفان حکومت ایران فراهم بکنه؟ درود بر شما، درود بر مهمان برنامه و همچنین بر بینندگان گرامی. این پرسشی نیست که بشه فقط با آری یا نه بهش پاسخ داد. در درجه اول باید من این رو بگم که اساساً هیچ کدوم از ما، نه مردم ایران، نه جریاناتی که در اپوزیسیون قرار دارن و نه هیچ رسانه‌ای یا هیچ نیروی دیگری، اساساً نمیتونه تأثیری بذاره بر روی تصمیم اسرائیل برای حمله نکردنش. بنابراین تنها کاری که ما میتونیم از اون اتفاق اجتناب ناپذیر بیشترین بهره رو بگیریم. همه این در واقع بخش اصلی پاسخ من به پرسش شما اینه که این حمله به چه شکلی انجام بگیره. طبیعتاً هیچ ایرانی که دل در گروه مهر میهنش داشته باشه به هیچ وجه دوست نداره که به سرزمینش حمله بشه. ولی اگر ما به این حکومت به عنوان یک حکومت متعارف و حکومت خودی نگاه بکنیم، طبیعتاً قضیه فرق میکنه تا اینکه اون رو یک حکومتی بدونیم که اساساً هیچ سنخیتی با ایرانی بودن ما نداره و به عنوان یک حکومت اشغالگر بهش نگاه بکنیم. به طور طبیعی هر ضربه‌ای که این حکومت اشغالگر بخوره و دستگاه سرکوبش تضعیف بشه، این به نفع جنبش آزادی خواهی ملت ایران خواهد بود. همه اینها همونطور که گفتم پارامترهایی هستن که اساساً در دست ما نیستن، ما هیچ تعیین کنندش نیستیم. ما اگر خیلی خردمندانه بخوایم عمل بکنیم، میتونیم از نتایج اون اتفاق اجتناب ناپذیر به سود جنبش آزادی خواهی مردم ایران استفاده بکنیم که همونطور که گفتم بهترین گزینه، یعنی بهترین حالتی که میتونه برای ما پیش بیاد اینه که نیروهای سرکوبگر این رژیم مورد هدف قرار بگیرن و زمینگیر بشن. آقای بنایی، به خاطر اینکه یه مقداری موضع شما روشن‌تر باشه، من شاید سوال رو مشخص‌تر بپرسم. آیا شما فکر می‌کنید که این حکومت حکومتی اشغالگره و آیا هم نوایی میکنید با اینکه مثلا تأسیسات
اتمی، نظامی یا مثلا زیرساخت‌های نفتی هدف قرار بگیره؟ ببینید، اونچه که به دارایی‌های مردم ایران به طور قطع باید محفوظ بمونه از حمله و همونطور که گفتم هدف باید رژیم در واقع نیروهای سرکوبگر باشه. من این حکومت رو حکومت سرکوبگر و اشغالگر در درجه اول میدونم، حکومتی که مهمترین ارگان نظامیش اساساً پس یعنی سپاه پاسداران اساساً پسوند ایرانی رو نداره و شما برای عضویت در این سپاه اساساً بر اساس اساسنامه این سپاه نیازی به ایرانی بودن ندارید، حکومتی که بالاترین مقامش یعنی رهبریش شرط ایرانی بودن نداره، یعنی شما از هر جای جهان که باشید میتونید بیاد و رهبر این حکومت بشید، از نظر من یک حکومت اشغالگره، حکومتی که تمام منابع این کشور رو خرج همه میکنه به جز مردم خودش، حکومتی که اقتصاد رو به فلاکت رسونده، حکومتی که آمدانه کشور رو خشک کرده، به خشکسالی دچار کرده، حکومتی که 90% حیات وحش رو از بین برده. این حکومت یک حکومت اشغالگره. و یک مثال اگه براتون بزنم، روزی که راینهارد هایندریش یکی از افسران بلندپایه اس اس در پراگ با کمک بریتانیایی ها و به وسیله پارتیزان‌های چک مورد حمله قرار گرفت، اونها داشتن با یک حکومت اشغالگر می‌جنگیدند. بنابراین نابودی نیروی سرکوب اون حکومت اشغالگر به نفع جنبش آزادی‌خواهی و استقلال طلبانه مردم چک تمام شد. آقای محمدپور شما چی فکر می‌کنید؟ ببینید خیلی ساده است. اولا که ما نمیتونیم کلماتی رو انتخاب کنیم هر جور دلمون خواست بهشون وزن و بار بدیم. وقتی میگیم اشغالگر، در عرف قانونی بین المللی اشغالگر یک کسی است که از خارج از مرزهای یک کشور به یک کشوری حمله میکنه و کشور اشغال میکنه. از جمله اتفاقی که در افغانستان افتاد، در عراق افتاد، وقتی که آمریکا و نیروهای ائتلاف حمله کردند به افغانستان و به عراق، و بهترین و برترین و شاید مهمترین نمونه‌ای که ما داریم اسرائیله. به خاطر اینکه اسرائیل یه حکومتی که به مصداق کامل کلمه، نه بر اساس حرف بنده یا حرف آقای بنایی، بنا به کنوانسیون‌های ژنو، بنا به قطعنامه‌های سازمان ملل، یه حکومت اشغالگر است و مرتب به این اشغالگری ادامه میده. لذا اینی که بگیم حکومت ایران اشغالگر است بسیار نیازمند تخیل عجیب غریبی است. ولی ما یه معضلی داریم اینجا، و اون معضل این است که حکومت ایران در ضعیف‌ترین نقطه مشروعیتش قرار دارد، به خاطر اینکه علل خصوص در این دو دهه اخیر به شدت به خاطر نوع زمامداری آقای خامنه‌ای به اعتماد مردم به حکومت صدمه وارد شده، و بهترین نمونه صدمه وارد شدن به این اعتماد در همین انتخاباتی بود که پایین ترین میزان مشارکت رای دهندگان رو داشت. این معناش این نیست که چون این حکومت فقدان مشروعیت داره، طرف مقابلش مشروعیتی کسب کرده، یا شما میتونید مشروعیت رو به خاطر اینکه اینا ضعیفن به اسرائیل نسبت بدید. یه مقداری میخوایم روشن‌تر صحبت بکنیم. شما فکر میکنید که اگر حمله ای از طرف اسرائیل به جمهوری اسلامی بشه، فرصتی برای اپوزیسیون، مخالفان جمهوری اسلامی یا مردم ایران باشه؟ خیلی مختصر به شما میگم نه. برای شما میگم چرا. ببینید، اگر قرار بود فرصتی فراهم بشه، خیلی مشخص ارجاع میدم به آقای پهلوی. ببینید، آقای رضا پهلوی بهترین نمونه و تجربه انجام دادن کاری که میتونست از یه فرصتی استفاده کنه در بعد نشست جورج تاون بود، بعد از جنبش مهسا، که همه میدونن عاقبتش چی شد و به چه فضاحتی از هم پاشید ماجرا. اینی که شما بگید آقا این موقعیتی برای اپوزیسیون فراهم میکنه، نه، فراهم نمیکنه، به خاطر اینکه شما نمیتونید با حمله نظامی یک کشوری مثل اسرائیل که 1200 نفرشون رو کشتن، در مقابل 1200 نفر 40,000 نفر زن و کودک و بچه رو کشته، به یک کشور دیگه هم حمله کرده، 60-70 سال هم سابقه اشغالگری داره، بگید آقا ما این گوگولی ناز مهربون رو میاریم که شما رو آزاد کنیم. ببینید، این منطقه همونجوری که مرحوم اردشیر زاهدی توی مصاحبه‌ای که این چند روز گذشته ازش پخش شد، دست به دست میشه، گفته بود که آقا من نمیخوام ایران بشه افغانستان بشه عراق بشه سوریه. معنیشم خیلی روشنه، اونی که بیرون میاد دلش برای مردم ایران نمیسوزه. شما هیچ جوری نمیتونید به این بگید آقا شما فردا برای ما آزادی میارید، امنیت میارید. آقا اونایی که میخواستن بیارن و اونایی که تا خرخرت خون قوطه ور نبودن مثل اسرائیل، به صراحت در افغانستان چه دموکراسی آوردن، در عراق چه دموکراسی آوردن که حالا فکر میکنیم این به نفع مردم ایران تموم میشه. من یه نکته دیگه بگم، بسیار مهمه. وقتی شما از تاسیسات هسته‌ای یا نفتی صحبت میکنی، اینا مال تمام ملت ایرانه. اینی که شما بگی حکومت اینو در اختیار داره، پس ما میریم اینو میزنیم به مردم، نه آقا، شما مال مردم آسیب میزنید. شما نمیتونید بگید چون حکومت اینجا، ما میریم کوه ویران میکنیم پس مردم صدمه نمیبینن. بله، عده ای از حمله به تاسیسات اتمی و نفتی و نظامی صحبت میکنن، ولی عده هم تاکیدشون این هست که فقط به تاسیسات نظامی حمله بشه. ولی خب آقای بنایی،
ببینید میدونیم دیگه در جنگ حلوا پخش نمی‌کنن. شما متوجه هستین که ممکنه مثلا تجربه غزه و بیروت در ایران تکرار بشه، به خاطر اینکه حتی یکی از مقام‌های دولت اسرائیل به صراحت این حرف رو همین یکی دو روز اخیر گفت، گفت که اون بلایی که بر سر غزه و بیروت اومد ممکنه بر سر ایران هم بیاد. بله کاملا، ولی مثل اینکه حرف من درست شنیده نشد یا فهمیده نشد. من گفتم اساسا ما نقشی نداریم در تصمیم‌های اسرائیل. الان بیایم من و شما یک پتیشن امضا بکنیم، 80 میلیون امضا زیرش بذاریم که آقای نتانیاهو به ایران حمله نکن، هیچ تأثیری در تصمیممون نمیذاره. یعنی این تصوری که متاسفانه از سوی یک سری جریاناتی توی اپوزیسیون داره القا میشه به مردم که بعضی ها دارن به اسرائیل میگن بیا به ما حمله بکن. ولی آقای بنایی، الان شاهزاده رضا پهلوی حرفش اینه که اگر اتفاقی افتاد نگران نباشین، خلای قدرت پیش نمیاد، خودم هست. اگر اتفاقی افتاد، دقیقاً این اتفاق ما نمیتونیم رقم بزنیم. همونطور که گفتم این اتفاق اگر بخواد بیفته میفته، ما نمیتونیم تشویقشون بکنیم، نمیتونیم ازشون جلوگیری بکنیم. ما میتونیم از شرایطی که بعدش به وجود اومد بهترین استفاده رو برای مردم ایران بکنیم. ببینید این یه چیز جدیدی نیست. من تعجب میکنم که ببینید مصری ها در 3000 سال پیش از این طغیان رودخانه نیل استفاده میکردن. دستشون نبود که این طغیان اتفاق بیفته یا نیفته، اینها استفاده میکردن برای کشاورزی، ولی اساسا تأثیری در این که این طغیان اتفاق بیفته یا نیفته نداشتن. ولی انسانهای خردمندی بودن، از اتفاق غیر به اصطلاح اجتناب ناپذیر بهترین بهره رو برای جنبششون میبردن. من یک نکته رو در رابطه با مسئله اشغالی بگم. خب برای من خیلی عجیبه، یک سری به اصطلاح حرفای کلیشه‌ای که یک نیروی از خارج باید بیاد و اینا. من دلایلمو گفتم و جالبه که خیابان این روزها بسیار از آکادمی جلوتره. وقتی که مردم ایران داد میزنن میجنگیم میمیریم، ایرانو پس میگیریم، از کی پس میگیرن؟ از یک حکومت خودی، از یک حکومتی که بر در واقع اشغالگر نیست. پس گرفتن به چه مفهومیه اینجا؟ اینجاست که ما میبینیم اتفاقا اون آگاهی و اون روشناندیشی خیابان فرسنگ ها آکادمی ها رو جلو زده ازش و دقیقاً میدونه از چی داره صحبت میکنه. ما از حکومتی که داریم صحبت میکنیم که این جایگاه رو اشغال کرده. این حکومت در شأن ما نیست، در خور ما نیست. نیاز به حکومت دموکراتیک و سکولار داریم. آقای محمدپور، حرف آقای بنایی اینه که اگر اتفاقی بخواد بیفته خواهد افتاد. اپوزیسیون شاید بتونه با آمادگی بهتری برخورد بکنه. الان هم مثلا فرض فرمایید که اگر آمریکا تصمیم میگرفت، آیا کسی واقعا میتونست روی اون اثر بگذاره؟ تصمیمش رو سیاستمدارا گرفته بودن، ارتشی تا به دندان مسلح و ثروتمند هم پشتش بود. الان هم اگر اسرائیل تصمیم خودش رو بگیره، واقعا به حرف اپوزیسیون گوش میده؟ ببینید آقای بنایی چند بار تکرار کردن، گفتن امر اجتناب ناپذیر. ما نمیدونیم اجتناب ناپذیر هست یا نه. اگر به گفته خود ایشون ما از نمیتونیم بر تصمیم اسرائیل اثر بگذاریم یا نمیدونیم چه تصمیمی میگیره، اینی که بگیم اجتناب ناپذیری خورده ای با عقل جور در نمیاد. نکته دوم، آیا مردم میتونن اینو کنترلش کنن؟ نه آقا، در جنگ این اتفاقات نمیفته که ما بگیم حالا یه اپوزیسیون رو درست میکنیم، مثلا به قول آقای پهلوی خلأ قدرت رو بخواد. کدوم خلأ قدرت رو میخواد شما پر کنی؟ با چه ابزاری، با چه وسیله ای؟ ببینید یک بار این اتفاق زمان پدر بزرگ آقای رضا پهلوی افتاد. آقای رضا شاه اومد همسویی کرد با هیتلر در جنگ جهانی دوم، متفقین اومدن برش داشتن به همین سادگی. حالا شما میگید اپوزیسیون بیاد اینجا کاری انجام بده. ما اصلا موضوع صحبت ما این نیست که حکومت ایران کارآمده یا کارآمد نیست، زمامداریش خوبه یا بده. آقای بنایی میگه خیابون از آکادمی جلو افتاده. اینی که آقای بنایی داره میگه مال سال 88 بود، مال جنبش مهسا بود. الان در کدوم خیابون ما داره این اتفاق میفته؟ انگار با حوادثی که تو جامعه الان کف خیابون اتفاق میفته ما ارتباط نداریم. دنیای واقعی این نیست. بله، اعتراض در نوبت‌های مختلف در برابر جمهوری اسلامی بوده، قوی بوده، ضعیف شده، ولی اپوزیسیون خارج از کشور متأسفانه تا امروز به خاطر عملکردی که داشته و تاریخ هم داره و کارنامه داره، توانایی این رو پیدا نکرده که افکار عمومی کل جامعه رو پشت سر خودش بسیج کنه. هر چند تونسته بالاخره شکاف بندازه و الان یه جامعه دو قطبی به شدت از هم پاشیده ما داریم. آقای بنایی، فرض بر این که جمهوری اسلامی حکومتی است نامحبوب، سرکوبگر، مشکلات زیاد هم داره، ولی واقعا این حرف آقای محمدپوره که شواهدی داریم که در تهران، در کرج، در مشهد، در کرمان فرش قرمزی برای آقای نتانیاهو پهن کرده باشن. شما مثل که دوست دارید همش روی همین تصور نادرست مانور بدیم. اساسا هیچ کس چه فرش پهن بکنه و چه پهن نکنه تأثیری در تصمیم من آقای محمدپور که بازم دقیق گوش ندادن من چی گفتم. وقتی من میگم یک چیزی اجتناب ناپذیره، تصمیم اسرائیل که اجتناب ناپذیره. اگر نخواد حمله بکنه
ما نمیتونیم تأثیری روش بذاریم. اگر بخواد حمله بکنه ما نمیتونیم تأثیری روش بذاریم. اگر فرش قرمز در کرج باشه تأثیری رو نمیذاره، اگر نباشه هم تأثیری نمیذاره. مهم اینه که این اتفاق اگر افتاد، این اتفاقی که ما هیچ نقشی روش نداریم، نمیتونیم جلوشو بگیریم، نمیتونیم تسریعش بکنیم، نمیتونیم شکلشو تعیین بکنیم، اگر این اتفاق افتاد ما چطور میتونیم بهترین بهره رو از یک اتفاق ناگوار یعنی حمله به خاک کشورمون ببریم؟ بحث بر سر اینه، یعنی بحث بر سر این نیستش که ما بیایم الان تشویق بکنیم مثلا نامه بنویسیم آقای نتانیاهو بزنیم. یه اتفاقی افتاده، فرض میکنیم که جنگی بشه و بعد اپوزیسیون میخواد از این بهره برداری کنه، به نظر شما چطور میشه از این بهره برداری کرد که به نفع مردم ایران باشه؟ مهمترینش اینه که تصمیم رو در نهایت مردم ایران میگیرن. مردم ایران دو سال پیش اومدن توی خیابون، مردم ایران صریحاً، وقتی میگیم مردم ایران طبیعتاً اون یک بخش بسیار بزرگی از کنشگران سیاسی مردم ایرانه، طبیعتاً 80 میلیون یا 85 میلیون ایرانی بیرون نیومدن، ولی یک بخش بسیار بزرگی از مردم ایران اومدن بیرون، یک جنبش خیابانی طولانی مدت رو سامان دادن و خواست گفتن که ما این حکومت رو نمیخوایم. علت این که اون جنبش سرکوب شد در کنار، حالا آقای محمدپور میتونن اینو تقصیر شاهزاده بندازن، میتونن تقصیر موجودات آسمانی بندازن، من خیلی اطلاعی در این موارد ندارم، ولی علت این که این جنبش شکست خورد نیروی بی حد و حصر سرکوب و سرکوب وحشیانه این حکومت بود که همونطور که گفتم اشغالگر مردم کشور خودش رو به گلوله میبنده. این نیروی سرکوب اگر در اثر این اتفاقات، در اثر این اتفاقی که ما نمیدونیم میفته یا نه، اگر بیفته، اگر این نیروی سرکوب زمینگیر بشه، اون وقت اون جنبش اجتماعی بسیار بسیار شانس بزرگتری خواهد داشت برای سرنگون کردن حکومت. آقای محمدپور، برای یک ایرانی آسونم نیست که همراهی بکنه یا مثلا بگه که اسرائیل ممکنه به ایران حمله بکنه و ما هم باید برای این آماده باشیم. واقعا حکومت در ایران چه کار کرده که یک بخشی از مردم به اندازه‌ای به استیصال رسیدن که ممکن حتی در همین هم فرصتی ببینه؟ بله، اینی که من خدمت شما عرض کردم جوابش خیلی ساده است. حکومت به خاطر اینکه به اعتماد خودش با مردم آسیب زده و اولین کسی که مسئول اینه شخص آقای خامنه ایه. ولی اینی که شما میگید مردم بیان در این وسط مشارکت کنن، یه کاری کنن که به سودشون تمام بشه، آقا در این قصه هیچ سودی نیست، از هر دو سر باخته. شما میاد میگید که آقای بنایی یه چیز ممتنعی میگه، میگید آقا ما کار نداریم که تصمیم بگیره، ما که نمیتونیم تصمیم بگیریم، ما که اصلا درباره اینی که اسرائیل چجوری تصمیم بگیره یا آقای نتانیاهو بیاد تصمیم بگیره یا نگیره که نمیخوام حرف بزنیم. اون که از ما مشورت نمیخواد، به ما ربطی نداره، به من ایرانی. اون چیزی که مهمه اینه که اگر من ایرانی ام چه مسئولیتی در قبال این کشور دارم و آیا میخوام این کشور وضعیتش با تکیه بر صدای مردم ایران تغییر کنه یا قدرت نظامی خارجی. و ما بارها این تجربه رو دیدیم. ببینید، ما یه اپوزیسیونی داریم که تلاش میکنه این شکاف بین حکومت و بین مردم به اونقدر زیاد کنه و اونقدر به این ترومای روانی مردم دامن بزنه که مردم در برابر حکومت بیستن. بارها شکست خورده، حالا خوب یا بد، ولی الان ما میخوام چیکار کنیم؟ مردمی که چند پاره شدن، یه عده اون سوان یه عده این سوان، نتیجه رسیدن بشین اینجایی ویرانی محض و مطلقه. زیر ساختای کشور از بین میره، مردم میمیرن، یه فاجعه میشه مثل غزه و مثل لبنان. درست. خب آقای بنایی، وقتی که حرف از این بود که خب حماس در غزه شکست خواهد خورد و نیروی باید جای اون رو پر بکنه، مخالفان حماس در میان فلسطینی ها میگفتن ما دوست نداریم سوار بر تانک مرکاوای مثلا اسرائیلی بیایم و غزه رو در کنترل خودمون بگیریم. آیا واقعا ایرانیان در مجموع افکار عمومی مردم این رو میپذیرند که فرض بفرمایید اسرائیل بیاد به تأسیسات اتمی، تأسیسات نظامی، تأسیسات نفتی ایران حمله بکنه و بعد فردی هر کی سوار بر تانک و با اسکورت اسرائیلی بیاد و در ایران زمام امور رو در دست بگیره و خلع رو پر کنه؟ خب این یک به نظر من سناریوی تخیلیه. اساسا اینکه تانک‌های اسرائیلی وارد خاک ایران بشن که خب خودتون میدونید ایران با اسرائیل به اصطلاح مرز مشترک نداره، اگر حمله ای انجام بشه یک حمله هوایی خواهد بود. این حمله همه ما گفتیم که هر نیروی آزادی خواه ایران خواه و ایران دوست و ملیگرا گفته که به طور قطع ما منافع ملت ایران رو در واقع ما اگر میتونیم کاری بکنیم باید در این جهت کار بکنیم که منافع ملت ایران و تأسیساتی که به ملت ایران تعلق داره صدمه نبینه. این سناریویی که شما رسم می‌کنید یه سناریوی به نظر من خیلی تخیلیه. غزه اساساً جریانش با ایران فرق می‌کنه. بعد توجه داشته باشید غزه حماس در
در غزه و همچنین در نوار در کرانه باختری از حمایت بسیار گسترده مردم برخوردار، اون چیزی که رژیم اشغالگر ایران در اسلامی در ایران ازش برخوردار نیست. نکته دیگه‌ای که باید توجه بکنید، به اصطلاح اون حماس در اساسنامه خودش خواهان نابودی اسرائیل بوده، در اساسنامه خودش مسند احمد ابن حنبل رو آورده که تا آخرین یهودی کشته نشه قیامت فرا نخواهد رسید. ولی در ایران ما چنین وضعیتی رو نداریم. ما فقط میتونیم از شرایطی که اساساً به وجود اومدنش دست ما نیست بهترین بهره برداری رو بکنیم. سیل اومده یا ما سیل بند میبندیم یا میریم. بله، در مورد تانکای اسرائیلی من خودم در افغانستان، در عراق، در جای مختلف سنگین ترین ماشین های آمریکایی رو دیدم که اونجا هستن. انتقالش خب کار سختی نیست. من تا آقای محمدپور ببینید، بسیاری میگن که اصلا چرا باید منطقه در چنین حالتی باشه، غزه اینطوری باشه، لبنان اینطوری باشه و ایران هم زیر سایه یک جنگ خونبار. آیا این جمهوری اسلامی نیست که کاتولیک تر از پاپ بوده؟ بخش بزرگی از فلسطینی ها الان تابعیت اسرائیل دارن، بخش بزرگی هم با تشکیلات خودگردان و گروه های میان رو هستن. حکومت جمهوری اسلامی یک بخش تندرو رو به منزله فلسطین و آرمان فلسطین گرفته و تمام منطقه رو و موجودیت خودش رو حتی و امنیت شهروندان خودش رو بر سر اون قمار کرده. ببینید، ما داریم موضوعی صحبت میکنیم که خیلی تاریخ بلندی داره، ولی اینی که شما میگید، ما یک از مشکلاتی که داریم الان اینه که یه حکومتی خودش در ضعیف‌ترین نقطه مشروعیت به خاطر سوء کارکردش از یک آرمانی که برای یک مردمی است که نیاز به آزادی دارن سوء استفاده کرده، سوارش شده، از این ایدئولوژی برداری کرده. یادمون نره که صهیونیسم چیزی نیست که ایران باهاش مخالف باشه. ایران خیلی وقت بعد از اینی که اسرائیل اومد فلسطین اشغال کرده و جمهوری اسلامی وجود اومده، شما یادتون باشه که کشورهای عرب با این اسرائیل درگیر بودن، یادمون باشه که اتفاقهایی که در فلسطین افتاده چقدر هولناک بوده، و یادمون باشه که یهودیان فراوانی و اسرائیلیای فراوانی هستن که مخالف صهیونیسم، مخالف گسترش شهرک سازی، مخالف این نقض‌های حقوق بشر مکرری است که اسرائیل هر روز اینو انجام میده. اینی که ایران این کاری کرده، خب بله کرده. ایران که ما که اینا اومدیم از جمهوری اسلامی دفاع کنیم، جمهوری اسلامی خیلی خطاهای زیادی مرتکب شده. الان مسئله ما جمهوری اسلامی نیست، مسئله ما اینه که اسرائیل اگه به ایران حمله کرد ما باید چیکار کنیم؟ که آقای بنایی یک جمله حرف مشت پرکن به ما نمیده. شما اگر به یه تاسیسات نفتی ایران حمله کنید، فکر میکنید اون کسی که داره توی پالایشگاه داره کار میکنه، فکر میکنه آدم نظامیه؟ خواهر برادر من شما اونجا دارن کار میکنن. خیلی ممنونم از هر دوی آقایون. داروش محمدپور پژوهشگر علوم سیاسی اینجا در استودیو با ما، و محسن بنایی عضو هیئت اجرایی جبهه هفت آبان و نویسنده کتاب شالوم اسرائیل از کل با ما.